رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. اولا که من همیشه به خاطر نعمتایی که خدا به من داده خداوند رو شاکرم و یکی از این نعمت ها حضور شماست تو زمانی که من دارم تو این دنیا زندگی میکنم. لطف دارید، بفرمایید. موضوعی که من در موردش میخوام ازتون سوال کنم موضوع فرزند خواندگی هست و من برنامه‌ریزی کردم که اول شرایط زندگیمو براتون بگم، بعد مشکل رو بهتون عرض کنم و در آخر سوالم رو مطرح بکنم. بفرمایید. هر جایی از صحبته من شما نیاز به اطلاعات تکمیلی داشتین خواهش میکنم منو قطع کنین و سوالتون رو بپرسین. حتما، بفرمایید. من 58 سالمه، همسرم 63 سالشونه و ما حدود 40 ساله که ازدواج کردیم. 4 تا بچه داریم، 2 تا دختر داریم، 2 تا پسر و بزرگترین بچه من 40 سالشه و کوچکترینش 30 سالشه. موضوعی که هست اینه که حالا اگر در رابطه با خانواده من اطلاعات دیگه میخواین بفرمایید. نه اونا احتیاجی نیست. آخه شما من بفرمایید از کجا تلفن میکنید؟ من از کالیفرنیا خدمتون زنگ میزنم. شما چه مدتی از امریکا هستید؟ 2013 اومدیم. البته 2013 همه با هم نیومدیم. من 2 تا از بچه هام در مقطع PhD اینجا اسکالرشیپ گرفتن اومدن. بعد من اومدم دیدن بچه ها. اینجا ویزامو عوض کردم به ویزای در واقع از توریستی به ویزای تحصیلی. و نه اون جزئیاتش مهم نیست. من فقط بخوام ببینم چه مدتی از امریکا مثلا شما و همسرتون هستید. از 2013 من اینجا هستم. 2 تا از بچه هم 2 سال زودتر از من اومدن و 2 تا بچه بعدم در واقع بعد اومدن. بعد از اوکی. به من بفرمایید فرزندان شما هیچ کمشون ازدواج کردن؟ نه خیر. خب شما 4 تا فرزند دارید، 40 ساله تا 30 ساله هیچ کنون ازدواج نکردن، نه پسران نه دختران. آیا دوربر شما هستن یا در جای مختلف امریکا هستن؟ نه همه کالیفرنیا هستن و اکثرا و آخر هفته با هم. بسیار خوب. حالا شما اصلا به چه مناسبت دنبال فرزند خواندگی یا راه افتادی؟ خب من همین موضوع رو باید خدمتون عرض کنم. هنوز راه نیفتادم، در واقع دارم استارتش رو میزنم و نظر شما برام خیلی مهمه که این مسئله رو پیگیری بکنم یا اصلا بهش فکر نکنم. خب آخه من دلیلی بر این کار نمیدونم. شما اولا 4 تا فرزند دارید، 2 دختر 2 تا پسر، دوربر شما هم هستن، احتمالا دیر یا زود ازدواج میکنن، صاحب نوه میشید، به اندازه کافی گرفتاری دارید. بعدم شما در سن و سالی نیستید که حالا بخواید بچه یه ساله داشته باشید یا چند ساله که با توجه به موضوع و مسائلش به این راحتی ها بگذره. ماجرای بزرگ کردن بچه، اونم بچه‌ای که نه زمینه‌های ارثیشو معمولا میدونید و گرفتاریاشو، بعدم سن و سالش این نوزاد باشه. شما اجازه بدین من موضوع رو مطرح بکنم، شاید تاثیر این چیزی که توی ذهن شما تا یه حدی تغییر بکنه. موضوع اینه که من یه دونه دایی دارم که ایشون در واقع 5 تا پسر دارن، یه دونه دختر و یکی از پسرای ایشون سال 2017 من رفتم ایران به صورت خیلی خیلی ناگواری به خاطر یه اشتباه پزشکی توی در واقع بیمارستان. یه پسر در واقع حدود 30 سالی که تازه ازدواج کرده بود و یه بچه زیر 1 سال داشت در واقع توی بیمارستان از بین رفت و بعد از اون در واقع 1 سال دیگه گذشت. خانم ایشون در واقع ازدواج کردن و متاسفانه یکی از پسرای دیگه این دایی مشکل روحی داره، روانی داره، من نمیدونم، بسیار کنترلگره و این بچه رو از دست مادرش به هر ترتیب بود کشید بیرون و نذاشت که مادری که حالا ازدواج کرده در واقع میگفت پسر برادر من زیر دست ناپدری نباید بزرگ بشه و این بچه رو از مادرش گرفتن و به تهدید و نمیدونم خیلی روش های خیلی خیلی ناجور این مادر بیچاره رو در واقع
اجازه ندادم بچه رو نگه داره. و این آدمی که میگم بسیار کنترلگره، واقعا مشکل روحی روانی داره، همه جوره مشکل روحی. حالا اصلا ارتباطش با شما چیه؟ ببینید شما اون بچه رو میخواید بیاد برید و بگیری؟ دقیقا. این بچه الان تو شرایط خیلی ناگواریه. چند سالشه؟ بچه بین 6 تا 7 سالشه. خب آخه مادر داره از یه طرف جرأت نمی کنه. من برای آخه عزیزم شما که نمیتونید به خلا نصب کنید. آخه عزیز من شما اصلا بحث فرزند خواندگی ندارید. من با شما میخواد اون بچه رو، شما اون بچه رو کی گفته به شما میخواد بده؟ نه من فقط نگرانم اینه که این بچه در آینده یه بچه‌ای بشه که در واقع همش خلاف بکنه. اصلا من با شما مشکلی ندارم عزیزم. آخه شما یه ذره واقع بین باشید. این کی میخواد این بچه رو به شما بده که شما میخواد برید بگیریدش؟ ببینید اون بچه رو الان هیچ کس در واقع مسئولیتش رو قبول نمیکنه و این بچه هست که نرمال نیست. الان در حال نه شما برز من توجه نمیکنه. قربونتون اصلا کاری ندارم نرمال هستی. مثلا قبول میکنم بیمار و گرفتار، به هر خونه یک کسی با یک کسی داره زندگی میکنه، احتمالاً با عموش داره زندگی میکنه، درسته؟ بله. خب شما از عمو میتونید این بچه رو بگیرید و عمو به شما گفته من بچه رو میدم شما برید بزرگ کنید؟ خب اگر این امکان وجود داشته باشه. اصلا وجود نداره. اولا وجود نداره، بعد از اون شما معلوم نیست این بچه چقدر آسیب دیده. خب من دقیقاً ببینید اگر که دارم با شما صحبت میکنم میخوام که شرایط رو به شما عرض کنم. آخه اصلا شرایطی نیست عزیز من. شما اگر به من ببخشید نصب کنید. نه شما اگر به من گفتید مادر فوت کرده، عمو هم از بین رفت، حالا این بچه بی سرپرست شده، من میخوام برم بیارمش، میفهمیدم. ولی در حالی که از یه طرف مادرش وجود داره که شاید دنبال بچهش باشه، از جانب دیگه عموش هست که بچه رو تا به حال از مادر به غلط و بد و بیماری گرفته، اصلا همه قبول اونجا نگه هم داره، به شما نخواهند داد. اما شما من بگید یه چیزی برای فروشه، بگید من میخوام برم بخرم. اما شما برای خودتون چرا یه همچی چیزی رو میسازید که اصلا تمام حرفای شما در خصوص بدرفتاری ها، غلط بودن، بیماری ها همه قبول، ولی آخی کسی نمیخواد بچهش رو به شما بده. آقای دکتر عزیز، من برای این مادر برنامه‌ام این بود که باهاش صحبت کنم و هر جوری که از دستم برمیاد مادر رو تامین کنم که بچهش رو از دست این عمو بگیره. بسیار فکر خوبی. ببینه من حتی تو این فکر هستم که حالا غیر از مسائل اخلاقی که اصلا باور نمی‌کنین اگه تعریف کنم، من حتی از بابت مسائل مثلا جنسی هم ممکنه که فکر کنم این به این آزار میرسونه. یعنی اینقدر حد من همه رو میفهمم. شما میخواید مادر رو کمک کنید بچهشو بگیره، میتونید بکنید، ولی به شما فرزند خواندگی نیست. هر چی که برای مادر پیغام فرستادم اینقدر این مادر ترسیده، اینقدر ترسیده که از سر بچه گذشته. خیلی خوب برای این تموم شد. ای بسا مادرم دلایل خودشو داره، ای بسا زندگی خودشو داره، بچه‌ش هم ازش 6 7 سال جدا بوده دیگه، او رو نه میخواد نه میتونه داشته باشه. آخه شما دارید دخالت توی کارایی میکنید، گفتم انتخابایی میکنید که هیچکس به شما نگفته این حق انتخابو دارید عزیز. ببینید اشکال نداره. ببینید من در واقع اگر که شما به من این رو میفرمودین که با توجه به شرایطی که حالا من میخواستم توضیح بدم، این بچه احتمال داره با تراپی و کمک بتونیم شرایط زندگیش رو عوض بکنیم، خب من میتونستم پا پیش بذارم. حالا اگه بچه رو به من میدن و میتونم بگیرم، خب اینجا میتونستیم که مثلا کمکش کنیم، حالا یه مقداری زخمای روحیش رو ترمیم کنیم و شرایطی براش فراهم بکنیم که اینجا رشد بکنه. شاید شرایط زندگی یه نفر رو کامل آدم بتونه عوض بکنه. من تلفنی که زدم این بود، یعنی مرحله اول اینه که من واقعا ببینم. آخه اصلا من بر اساس یه بحث خیالی، ببخشید منو، شما چون اصرار میکنین هی با اصرارتون بیشتر به من نشون میدید جسارت منو ببخشید، اصلا واقع بینانه عمل نمیکنید. شما هی میخواید سنگینی آسیب اون بچه رو بیشتر کنید و برای خودتون یه مسئولیتی یا یه وظیفه‌ای بتراشید. آخه اون کار شدنی نیست. شما میتونید این کوشش رو سر 10 تا بچه‌ای که سازمان ها آرزو میکنن کسی مثل شما پیدا بشه بهتون بدن کمک کنید که بتونید به جایی برسونید. بعدم شما چه میدونید که اصلا
اون پدر یا این مادر و این بچه اصلا چه آسیبایی دیدن که بخواید مریض دار و یا حالا بخواید بچه رو بیارید و خودتون رو و همسرتون تو این سن و سال پرستار رو کنید. من حسن نیتتون رو، میلتون رو، خوبیتون رو میفهمم، ولی مثل اینکه من تو خیابون یه پدر یه بچه ای رو بزنه که دخترش یا پسرشه، من برم دخالت کنم در حالی که اون پدر مثلا مست چاقو هم دستشه، بعد فکر کنم من حالا وظیفه‌م اینه که بچه رو نجات بده. این بچه که هزار تا آسیب دیده بایدم راهی، مسئله این نیست. شما من فرمودید که من بتونم مادر موافقت کنه، امکاناتی دارم مادر رو کمکش کنم که بچهش برسه. معلوم نیست، ای بسا مادر از عموی بچه بیمارتر گرفتارتره. برای شما مسئولیت کیو میخواید بپذیرید؟ اصلا شما نمیدید اون زن کی هست، کجا هست، چه وضعیتی داره. شما من میگید شرایط اون بچه بده، من اصلا همه از شما قبول میکنم، ولی اصلا معلوم نیست نوع این آسیبا چیه. شما من میفرمایید آدما که آسیب دیدن از طریق روان درمانی و تراپی بهبود پیدا میکنن، حتما شما میخواید این کارو بکنید، چه خوب، ولی راههای دیگری وجود داره تا اینکه شما تازه راه بیفتید از این. بعدم این چیزا رو که به شما نمیدن، اصلا بیاد بر فرض محال به شما یه سال بدن، سال بعد میان میگن بچه رو بخوایم ببریم، چیکارش بده بکنید؟ شما که قانونا نمیتونید پدر و مادر بچه بشید. نه، یه ذره دور از واقعیت عزیز. نه، به من نظر نمی کنم که دور از واقعیت هست. بسیار خوب، برید دنبالش. برید دنبالش. نه، ببینید همین، من در واقع شاید از بابت این مسئله دور از واقعیت، یعنی واقعیت رو نمیدونم و از شما کمک میخواستم، برای اینکه نمیدونم که این بچه اولا چقدر آسیب دیده، دوم این که واقعا رشتم نیست که بدونم که چقدر این آسیبا قابل جبران هست و قابل ترمیم. بنابراین تا زمانی که این واقعیت رو نمیدونید، واقعیت رو نمیدونید. دقیقا واقعیت. یعنی اون چیزی که من نمیدونم، نه این که در واقع کورانه دارم این مسئله رو دنبال میکنم. من اولین قدم اون چیزی که نمیدونم در واقع سعی کردم با کمک گرفتن از یه استادی که در واقع رشتهشون هست بپرسم ببینم نظرشون چیه. حالا اگر شما فکر میکنید، من اصلا فکر نمی کنم این کار شدنی. عزیز من، من تو دنیا، شما خودتون چون با من آشنا هستی، من 22 سال روی خطم، 6 مارس میشه 22 سال، یه دلیل داره واقعیت. من واقعیت رو نمیبینم اینجا، نه درباره مادر، نه درباره پدر، نه درباره مشکلات بچه، نه در جهت مسائل قانونی، نه در این که اصلا بچه رو بدن شما بیارید امریکا. هیچ کدوم از اینا روشن نیست عزیز. من با وکیل صحبت کردم، ببینیم، من با وکیل صحبت کردم، امکانش رو بررسی کردم، با شما برنامه داشتم که خدمتون مسائل رو عرض بکنم ببینم که نظر شما چیه، و من حتی با خانواده خودم هنوز مطرح نکردم. یعنی گفتم من جوانب رو بسنجم ببینم اصلا همچین کاری اگر عملی هست، و اگر شما نظرتون مثبت باشه و فکر کنیم که من اجازه بدید برای بار پنجم خدمتتون عرض کنم. نه، صبر کنید. شما من میگید هر آدمی از طریق محیط مناسب و شرایط و موقعیت خوب و کار روان درمانی و دکتر و روانشناس بهتر میشه؟ میگم حتما همه. پس اینکه پاسخش روشن، ولی اصلا ما نمیدونیم موضوع چیه، اصلا بقیه رو نمیدونیم عزیز. اون که جواب سوال که روشن، ولی این جواب روشن در این زمینه که شما میفرمایید که من میتونم پاسخ بدم، ولی شما به من میگید من اومدم روی خط، بقیه هم دارن میشنم، اگه توی مهمونی بودید من هیچی عرض نمی کردم. به نظر من اصلا شما اون چیزایی که باید بدونید، عوامل اصلی رو که اصلا ما رو به اینجا میرسونه، حالا با این بچه چه باید کرد، اونا کاملا نامشخصه. وکیل شما هم هیچی نمیتونه بگه. معلومه هر کسی که من رضایت بدم خونه 100 دلاری به شما 50 دلار بدم، وکیل میگه خب برش شده نیست. ولی صحبت این است که آیا من حاضرم خونه 100 دلاری به شما 50 دلار بدم؟ نه، تموم شد. به وکیل ارتباطی نداره. بعدم بسیاری از اوقات این مسائل خارج کردن بچه مسئله است. حالا بگیم اونم بگن با توجه وضعیت که درست میشه شده نیست، اونم من نمیدونم. مثلا الان نمیدونم از نظر قانونی حضانت بچه با کیه، کی در حقیقت به اصطلاح والد یا ولی این بچه هست که حق تصمیم گیری درباره حتی خروجش از ایران داره. اینا رو هیچ نمیدونم. مثلا به مادر کجاست، ارتباط داره اصلا، خبر از بچهش داره نداره، بچه رو میبینه نمیبینه، تو چه شرایط و وضعی؟
خب همین دیگه، عرض کنم شما اطلاعات رو اول بگیرید، بعد من از اون اطلاعات رو گرفتم. یعنی اگر شما تو این زمینه از من سوالی دارین که مادر در واقع بچه رو میبینه یا مادر اصلا دنبال بچه میاد یا در واقع شرایطی که الان بچه توش زندگی میکنه، اگر سوالای اینطوری داشته باشی من میتونم جواب رو دست من ندارم. من آخه ندارید قربونتون، آخه شما به من میفرمایید. نه من فکر نمی کنم، شما ممکنه من بفرمایید مادر ایشون الان اصلا بچه رو میبینه یا نه؟ نه خیر نمیبینه. خب پس چی؟ پس مادر هیچ اطلاعی در خب هیچ اطلاعی درباره بچه نداره. شما به هر مادری بگی بچه تو میخوای، مثلا بگی ممکن بچه تو شما درست میفرمایین، ولی اون بار قضیه هم هست. یعنی یه مادری که در واقع طرف مقابلش یه آدم دیوانه و روانیه که از هیچ چیزی فروگذار نیست که اگه مادر طرف بچه بیاد زندگیشو نابود کنه. بچه داره توی همچین شرایطی بزرگ میشه. یعنی اون کسی که الان عمده وقت این بچه رو پر میکنه یه آدم کاملا مریضه. عزیزم اونو فهمیدم، ولی اگر بر اساس قوانین اگر اون مادر نمیاد الزامن این نیست که مادر بچه رو نمیخواد. یعنی من به این مسئله اینطوری فکر کردم. آخه شما اشتباه میکنید، همینجا شما نمیخواید ببینید اصلا مادر بچه‌شو میخواد. شما میخواید چیکار کنید؟ مادر بچه رو بیارید اینجا؟ نه نه نه، اگه مادر بچه رو میخواد من همه جور حمایت، نه مادر بچه رو با هم میارید، میتونید بیارید اینجا؟ نه 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 نه، همه جور حمایتی بکنم که مادر بچه‌ش بهش برگردونده بشه و کمکش بشه هر جوری که در این امنیتی برای مادر ایجاد بشه برای آخه بچه. عزیز من شما میگید با یه مرد بیمار دیوانه روبرو هستیم که زنه که مادر میترسه از بچه‌ش گذشته؟ شما وارد چیزی جایی میخواید بشید که مادر از ترس از بچهش گذشته، شما داوطلبانه میخواید برید جلو بگید بچه رو من میگیرم بعد بچه رو من به مادر میرسونم؟ آخه قربونتون. ببینید من مثل که نتونستم اونجوری که دلم میخواست موضوع رو توجیه بکنم و توضیح بدم. من احساس میکنم که یه آدم خیلی غیر واقع بینان، یعنی آدم دقیقاً هستید، دقیقاً هستید. ببین اینطوری آخه... نیست، من خودم رو اینطوری نمیبینم. آخه شما همه شنوندگان میبینن عزیز من، شما هیچ اطلاعی رو ندارید. واقع بینی صبر کنید، واقع بینی، واقع بینی عزیزم، واقع بینی یعنی داشتن علم و اطلاعات. شما اطلاعات رو ندارید. من دقیقا برای اطلاعات خدمتون زنگ زدم. من دقیقا برای این به شما زنگ زدم. اصلا من اطلاعات نه عزیزم. خب شما من شما یک سال از من داشتی. شما من معلومه وقتی رادیو رو نمیخوام بگیرم روی موضوع هوایی خیالی عزیز. من مردم که بیکار ننشستن. نه اجازه بدید من قطعش کنم. ممنونتون هستم. شما دلتون میخواد توضیح بدیم، من حرفی ندارم. ای قطع نشدی عزیز دل، آخه شما یه چیزای عجیب و غریبی میگید. شما نه این مادر رو باش حرف زدید، نه اون پدر رو باش، مرد رو عمو رو باش حرف زدید، نه شرایط بچه رو میدونید. شما فقط یه آرزو دارید، منم میفهممتون. ولی ما در دنیایی که آرزو هست که زندگی نمیکنیم. دنیا دنیای واقعیته. شما هیچ کدوم از این اطلاعات رو بگید ازتون سوال کنم جواب دارید؟ شما چه جوابی دارید؟ شما اصلا میدونید اون زن ازدواج کرده یا نکرده، بچه دیگه داره یا نداره، دنبال بچهش هست یا نیست؟ شما با این فرض که اون زن اینقدر میترسه که جرأت نمیکنه بره جلو، مثلا جوری خب دیگه چی باقی میمونه؟ مادر از بچهش گذشته برای که جرأت نمیکنه میترسه با یه دیوانه به فرموده شما روبروز. شما از راه میخواید برسید بگید من اومدم بچه رو میخوام بگیرم؟ من فقط رو خط موندم چون فرصت نشد از وقتتون تشکر کنم، از نظراتتون. حرف دیگه ای ندارم. فکر میکنم که شما فرمایشاتی فرمودین بسیار برای من ارزشمنده و سعی میکنم که همه رو در نظر بگیرم. بذارید من از شما سوال دارم، شما با اون مادر قبلا آشنایی داشتید یا نداشتید؟ بله بله، اون زمانی که در واقع این آقا به زور میخواست این بچه رو از این مادر بگیره مرتب با من در واقع مکالمه، یعنی در واقع تکس می زدن و مکالمات نوشتاری داشتن، ولی بعد از ترسشون من دیدم حتی مکالمات رو از روی تلفن پاک کرده بودن. اون بچه ها اون بچه در چه سنی بوده که پدرش رو از دست داده؟ بچه زیر یک سال بود. خب چرا مادر در ایران که تا 7 سالگی میتونست کاستدی و حضانت بچه رو بگیره فقط به مراجع دادگستری کرد؟ مادر خب. خیلی دنبالش اومد، گرفت، دادگاه هم بچه رو به مادر داد، ولی اینقدر تهدید شد و اینقدر به قول گفتنی رفتارای ناشایست با این مادر شده بود که از ترس اینکه زندگی بعدیش یعنی با همسر جدیدش هم به هم بخوره مجبور شد رها کنه.
بعد از چه مدتی که بچه رو داشت بچه رو رها کرد؟ بچه بین 2 تا 3 سال بود که رهاش کردن. یعنی مادری فرزندش رو تونست از طریق دادگاه بگیره، بعد رفت ازدواج کرد، بعد در حالی که در این ازدواج بود برادر شوهر سابقش آمد و بچه رو با تهدید با هر چیزی که میفرمایید از او گرفت، درسته؟ بله درست. ممکنه من بگید آیا ارثی در میان بود که اون برادر دنبالش بود یا چی که اصلا خواست بره در سر یه بچه 2-3 ساله رو داشته باشه؟ تعصبای بیجا که این یادگار برادرم اجازه ندارن ببرن زیر دست ناپدری بزرگ کنه. آیا خود این آدم ازدواج کرده و صاحب فرزندانی هست؟ نه خیلی، آدم مجرده. و چند سالشه؟ حدود 40 سال. یعنی یه مرد 40 ساله ای که ازدواج هم نکرده این بچه رو گرفته، با کی بزرگش میکنه؟ ببینید این بچه در واقع پیش زندایی و دایی من بودن که ایشون، یعنی دایی من پارکینسون گرفتن بعد از مرگ پسرشون و زندایی من بعد از چند سال دچار ALS شدن که الان خب وضعیت جسمی هیچ کدومشون مناسب نیست. بعد نهایتا این پسر یه جوری شده که دیگه کاملا با این قانونا سرپرستی اینو نداره، ولی عملا این بچه رو همه جوره. آخ فایدهش برش چیه؟ یعنی یکی سی بیاد یه بچه 6-7 ساله رو با همه گرفتاری ها و وظایف و مسئولیت ها بگیره، در حالی که خودش هم ازدواج نکرده، بعدم به جنگ یه مادر بره که از بچهش دورش کنه، شما خب با کی طرفی؟ متاسفانه ببینید علت اصلی که من میخوام بچه رو نجاتش بدم از دست این فرد اینه که این آدم به شدت مریضه، یعنی این بچه یه الگوی خیلی خیلی نامناسبی داره و تکیه کلام این بچه اینه که من به هیچ کس رحم نمی کنم. یعنی این واقعا منو میترسونه. حالا اونا که برای بچه ها تو این سن و سال بیمنی، حالا شما چرا یه وکیل خوب نمیگیرید که مادر بره بچهشو بگیره؟ من 10 بار برای این مادر پیغام دادم که من آمادم که هر جوری که بخوای تو رو کمک کنم، ولی نمیدونم واقعا از ترس که نمیاد جلو. خب آخه شما اگر اون نمیاد جلو شما چجوری به عنوان کی میخواید برید جلو عزیز؟ ببینیم من وچه‌ای که دارم توی فامیل و در واقع توی شرایط تیز، اگر که پا پیش بذارم و همچین پیشنهادی بدم احتمال میدم که بتونم موفق بشم. فقط منتظرم اینه که چه پیشنهادی بدید که اجازه بدن بچه رو من کمک کنم. یعنی به اون برعمو بگید که بچه رو بده من ببرم مثلا امریکا؟ بله. ببینید من ممکنه که به خاطر میگم شرایط و شناختی که از من دارن بتونم یه همچین درخواستی بکنم، ولی من در صورت این درخواست رو میکنم که از دهن شما بشنوم که امکانش هست که این بچه رو آسیبای روحی روانیش رو ترمیم کنیم، به کمکش کنیم که بتونه یه سرنوشت دیگه داشته باشه. یعنی من برام آخه من اونو مطمئن نیستم عزیز، انرژی و توانم رو بذارم تو روی یه چیزی که بتونم یه تغییر ایجاد کنم. اگر شما بگین نه مطمئن نیستم و ممکنه نشه، با توجه به اینکه شرایط بزرگ کردن بچه توی اینجا احتمالا خیلی باید مشکل تر باشه، من بچه هم همه رو ایران بزرگ کردم، منتها اینجا احتمالا خب خیلی شرایط سخت تره، خیلی محافظت های بیشتری بچه میخواد از بابت اینکه بالاخره آینده بهتری داشته باشه. به خاطر همین من خدمت شما شما دارم. خبر دارید از اینکه مادرش صاحب فرزندان تازه‌ای شده؟ بله. یا نه؟ بله مادرش یه فرزند دیگه هم داره. میدونی چند ساله هست؟ بچه فکر میکنم حدودم بین 1 تا 2 سال باشه. خب بنابراین با توجه به اینکه همسر داره و بچه داره که خود او نمیتونه بیاد امریکا، درسته؟ نه من نمیخوام مادر رو بیارم امریکا، من فقط میخوام که اگر مادر با من همکاری میکرد و من کمکش کنم یا اینکه یه مقدار از ترسش رو در خب شما چرا از طریق رابطه؟ اما چطور ممکنه شما نتونید با توجه به مطالبی که میفرمایید در ایران بتونید برید یه کسی با این مادر بره حرف بزنه ببینه کجا ایستاده؟ مادر از ترس شماره تلفنش رو همه رو عوض کرده. من از طریق مادر در واقع این خانم براشون پیغام فرستادم. با پیغام کاری پیش نمیره؟ خب شما اگر اینقدر مصر هستید، که من با تو موافق نیستم برای این کار، ولی اگر مصر هستید شما یه کسی رو پیدا کنید بره ببینید اصلا ما با کی طرفیم.
این مادر اصلا چقدر آدم سالمیه، چقدر بچهش رو میخواد، چقدر همکاری میکنه به اینکه بچهش رو از دست اون مرد نجات بده، خودش چه انتظار و توقعی داره. شما ارزیابی اولتون روی مادره، در خصوص بچه حالا هر گونه آسیبی به هر شکل و فرمی دیده باشه، همیشه هم طور که عرض کردم قابل بهبود هست، اون یه موضوع و قصه دیگری است. ولی شما باید اطلاعات از مادر بگیرید، یعنی مادر رو باید پیدا کنید. و شمایی که میخواید دست به یه کاری بزنید که به نظر من بزرگیش به اندازه صده، پیدا کردن مادر و گفتگو با اون و یه کسی که حتی یه ذره آشنا باشه با مسائل روانی یا حقوقی که بتونه دو سه ساعتی با مادر حرف بزنه یا حتی با شوهرش، ببین اصلا اونا کجا ایستادن، چگونه به موضوع نگاه میکنن، این یک در مقابل صد اون. یعنی اون شما راه اولتون ایجاد یه ارتباط واقعی با مادر است که ببینید او کجا ایستاده و به این موضوع چگونه نگاه میکنه. ای بسا او هم به دلایلی یا به دلایل شوهرش یا هر چی که من نمیدونم خیلی اهمیتی به این موضوع نده یا نخواد دنبال بگیره یا نخواد شما رو کمک کنه، چون به هر حال از نظر قواعد و قوانین بدن خروج بچه از ایران به هر حال رضایت یک کسی لازمه. بله، آیا اون عمو اصلا بچه رو به اسم خودش کرده؟ شناسنامه رو به اسم کی گرفته؟ نه ایشون هیچ مسئولیت قانونی ندارن و اینطور که در واقع پدر جدید این بچه یا همسر مامانش در واقع صحبت کرده، گفته که من هیچ دریغی ندارم از نگهداری این بچه، من تا اینقدر این عمو برای من مزاحمت ایجاد کرده و اینقدر ما رو اذیت کرده که از خیر بزرگ کردن این بچه گذشتیم. با همین هم از